سلام به مخاطبان جمهوری پنجم، وقتتان بخیر. به مجمع خبری امروز شنبه 5 جوزای 14 سه خورشیدی که برابر با 25 می 2024 میلادی، خوش آمدید. در نخست سرخط خبرها، خبرهای مرگ، شکنجه، زنگیری و زنا در حاکمیت طالبان، یک نظامی پیشین و متنفذ اندراب تیرباران شد، دختری که خواستگاری طالب را رد کرد کشته شد و استخراج بزرگ سنگ قیمتی در کاپیسا. مشروع خبرها، طالبان دست به استخراج آن منابع طبیعی میزنند که قبل از این حتی کسی نام آن سنگ یا منابع زیرزمینی را نشنیده است. مقام های محلی طالبان از استخراج 500 تن سنگ نفرایت از یک معدن در منطقه بلگی از مربوطات ولسوالی تگابی این ولایت خبر دادند. عنایت الله ابلاغ، رئیس معادن و پترولیم طالبان در کاپیسا، روز شنبه 5 جوزا گفته که این مقدار سنگ نفرات طی 8 ماه گذشته استخراج شده است. به گفته او قرار است این سنگ ها به ولایت ننگرهار و سپس به خارج از کشور فرستاده شود. سنگ نفرات از سنگ های قیمتی در جهان محسوب می شود که از آن در ساخت گردنبند و گوشواره و ظروف های زینتی استفاده می شود. با این حال طالبان در بیش از 2 سال گذشته چندین قرارداد را در عرصه کندنکاری و استخراج منابع زیرزمینی با شرکت‌های داخلی و خارجی به امضا رساندند. روند قراردادهای این گروه در 1 سال اخیر سیر صعودی داشته و امضای قرارداد در خلای قانون و نظارت نهادهای قانونی نگرانی‌های شهروندان را افزایش داده است. به باور آگاهان و شهروندان کشور، هیچ شرکت و دولتی حق ندارد با یک رژیم نامشروع و غیر مسئول در استخراج منابع زیرزمینی افغانستان قرارداد امضا کند. کشف چندین اثر باستانی در دره جام غور. دست کم 3 منبع معتبر محلی در غور تایید کردند که پس از وقوع سیلاب اخیر چندین قلم اثر تاریخی در ساحه از این ولایت به دست آمده است و طالبان در مورد آن به رسانه ها چیزی نمی گویند. منابع روز شنبه 5 جوزا به رسانه ها گفتند که طالبان این آثار باستانی را از دره جام غور و در چند کیلومتری منار جام کشف کرده، اما با گذشت 1 هفته هنوز در مورد این جزئیات به رسانه ها و مردم ارائه نکردند. با این حال منابع میگویند احتمال دارد که این آثار باستانی در نتیجه انکار و پنهانکاری طالبان در غور ناپدید و یا هم در بازار سیاه به فروش رسانده شود. طبق اطلاعات برخی از آثار کشف شده ظروف فلزی هستند اما قدامت تاریخی دارند. دره جام به عنوان یکی از مناطق باستانی غور شناخته می شود که طی سالهای متمادی حفریات و کندنکاری های غیر قانونی زیادی در آن صورت گرفته است. اما مصیبت ولایت غور در همین حالا خلاصه نمی شود. توجه کنید به این کلیپ. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما و هموطنان گرامی ما. همونطوری که هموطنان عزیز ما در جریان هستن، از اثر جاری شدن سیلاب های مدهش و ویرانگری که اخیراً در ولایت غور آمد، جان دهاتن از هموطنان ما را گرفت و خسارات هنگفت مالی به مردم رسید. مرکز ولایت غور از اثر جاری شدن این سیلاب که 4 نقطه پر جمعیت اونجا زندگی می کردن، کندوال، شیخها، کاسی و بادگاه، خانه های مردم از بین رفته، سرپناه مردم از بین رفته، زمین های زراعتی مردم از بین رفته. متاسفانه هیچ چیزی برای زندگی کردن و برای بودن در اونجا ندارن. ولسوالی مرغاب 3 نقطه و 3 منطقه پر جمعیت که جنداق، اسپرف و شورابه باشد، بیش از 500 خانواده از مردم خانه‌هایشان زیر سیلاب ها رفته. حتی نان خشک هم در مرغاب با توجه به صعب العبور بودن راه ها در اونجا وجود نداره که مردم متضرر نان خشک هم بخورن. در ولسوالی شرک متاسفانه عین قصه است. در منطقه کمینج 2 بازار کاملا از بین رفته که هیچ آثاری ازش نیست. مسیر شهرهای غور، هرات از اثر خراب شدن پول و پلچک و اینها برای مردم قطع است.
ولسوالی تولک متاسفانه به ده ها خانواده خانه‌هایشان ویران شده، زمین‌های زراعیشان از بین رفته و در یک حالت بسیار ناگوار و فاجعه‌بار به سر می‌برند. در ولسوالی دولتی ها متاسفانه به ده ها خانواده خانه‌هایشان از بین رفته، زمین‌های زراعیشان از بین رفته که شما می‌دانید از اثر به دست آوردن محصولاتی که اینا کار میکنن و تلاش میکنن زندگیشان تامین میشود که هیچ چیزی در زندگیشان باقی نیست. در ولسوالی های دولینه، در ولسوالی های تیوره همچنان قصه همی است. از هموطنان عزیز خود تقاضا داریم که در این مرحله سخت و فاجعه بار در کنار مردم ولایت غور قرار بگیرند. از مؤسسات بین المللی، نادهای بین المللی کمک رسان، تاجران محترم، خیرین عزیز و کمک های مردمی تقاضا داریم که در این مرحله سخت دست مردم غرور بگیرند و از این حالت فاجعه بار سبب نجات مردم شوند. از رسانه های محترم دیداری و شنیداری، از دستندرکاران صفحات اجتماعی تقاضا داریم که با پوشش ای وضعیت در ولایت غور و با همرسانی ای وضعیت در ولایت غور کمک کنند تا یک به مردم کمک کرده بتانیم و از این وضعیت مردم نجات پیدا کند. حجم این خسارات به حد گسترده است که هموطنان عزیز ما در فیسبوک و صفحات اجتماعی و رسانه های دیگر اندکی از او وضعیت دیدن. پیمانه ای فاجعه و وسعت این فاجعه به حدی است که هموطنان ما در داخل ولایت غور، دوستان ما اونجا می دانند که یک فاجعه تمام عیار است. منابع موثق از غلان می گویند که گروه طالبان یک نظامی پیشین و متنفذ قومی اندراب را در ساحه سیلوی شهر پلخمری مرکز این استان تیرباران کردند. منابع روز شنبه 5 جوزا به خبرگزاری پایگاه گفتند که نظامی پیشین ضابط هیئت الله نام دارد و طالبان او را حوالی ساعت 7 صبح امروز در کوچه شهیدی شهر پلخمری به گلوله بستند. و گفته منابع غلامان قتل این نظامی پیشین اعضای طالبان بودند و پس از تیرباران کردن این نظامی پیشین سوار بر موتورسیکل از ساحه فرار کردند. منابع افزودند که حیات الله هنگام ورزش کردن در تفریحگاه سیلو که نزدیکی کوچه شهیدی قرار دارد هدف تیراندازی قرار گرفته و جان باخته است. یک باشنده شهرستان اندراب در صحبت با خبرنگار محلی ما گفته است که افراد گروه طالبان حیات الله را به خاطر اندرابی بودنش تیرباران کردند. او افزوده که اندرابی پیش از سقوط حکومت پیشین باز نشسته شده بود و با هیچ جریان نظامی و سیاسی در کشور ارتباط نداشت. قتل و بازداشت باشندگان بغلان به ویژه اندارویه ها و خسته ها از سوی گروه طالبان تازگی ندارد. این گروه در نزدیکی به 3 سال گذشته صدها باشنده شهرستان های اندراب و خست این استان را بازداشت، شکنجه و در موارد تیرباران کردند. برخی از شهروندان بغلان میگویند که کشتار نظامیان پیشین در این استان به گونه‌ای روزافزون ادامه دارد و گروه طالبان در پی شناسایی و ترور نظامیان پیشینند. این در حالی است که مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان روز گذشته در دیدار با هیئت قطر ادعا کرده است که با صدور دستور عفو عمومی نظامیان و کارمندان حکومت پیشین بدون کدام مشکل امنیتی در کشور زندگی می کنند. منابع محلی از بغلان میگویند که قاری مهرابالدین بلال رئیس پیشین زراعت طالبان در بغلان و رئیس کنونی زراعت طالبان در بدخشان یک دختر 17 ساله را با استفاده از زور و بدون رضایت او به عنوان زن سوم به نکاح خود درآورده است. منابع روز شنبه 5 جوزا در صحبت با خبرگزاری پایگاه گفتند که قاری مهراب این کار را حدود 3 ماه پیش زمانی که رئیس زراعت طالبان در بغلان بود کرده است. به گفته منابع قاری مهرالدین در بدل نکاح با این دختر به پدر دختر مبلغ 1,500,000 افغانی نیز پرداخت کرده است.
منابع افزود است که قاری مهراب الدین بلال مشهور به حاجی بلال میخواست با دختر جوانی از ولسوالی علی آباد کندوز ازدواج کند که با مخالفت شدید دختر مواجه شد و در نهایت وی دختر 17 ساله دیگر را از همین شهرستان پس از پرداخت پول به پدر او به خود نکاح کرده است. منابع همچنان اضافه کردند که این مقام محلی گروه طالبان حدود یک هفته پیش به عنوان رئیس زراعت این گروه در بدخشان مقرر شده است و پیشتر رئیس زراعت بغلان بود. پس از تسلط گروه طالبان بر افغانستان، گزارش های زیادی از ازدواج های دوم، سوم، چهارم و پنجم مقام های این گروه نشر شده است. در تازه ترین مورد، عبدالحمید خراسانی فرمانده خودخوانده این گروه جشن عروسی پنجم خود را در کابل جشن گرفت که واکنش های زیادی نیز در پی داشت. ازدواج های متعدد مقامات گروه طالبان در حال صورت می گیرد که حبت الله آخونزاده رهبر گروه طالبان چند پیش فرمان داده است که فرماندهان و مسئولان این گروه بیش از یک زن نگیرند. برخی از آگاهان امور میگویند که مقامات محلی گروه طالبان به دستور و به دستورات و اوامر هیبت الله آخوندزاده رهبر این گروه پایبند نیستند و همواره در تلاش گرفتن زن سوم، چهارم و پنجمند. منابع از استان فاریاب گفتند که یک دختر جوان زمانی که از سوی یک عضو گروه طالبان در این استان به قتل رسید که خواستگاری او طالب را رد کرده بود. منابع محلی به خبرگزاری پایگاه گفتند که این دختر جوان روز پنجشنبه 3 جوزا در روستای جغلتک شهرستان المار توسط یک جنگجوی طالبان به نام ذبیح الله تیرباران شده است. بر بنیاد گزارش، منابع این دختر حلیمه نام داشت و از سوی پسرکاکایش که محافظ قاری اسدالله حقانی آمر مالی شهرستان المار است به قتل رسیده است. منابع افزودند که از مدت زیاد ذبیح الله خواستگار حلیمه بود اما او قبول نداشت. گفتنی است که مقامات و فرماندهان گروه طالبان در مدت بیش از 2 سال سلطهشان صدها دختر را در عدم رضایت آنها به نکاح خود درآورده است که حتی بسیار این دختران زیر سن هستند. منابع محلی از استان فاریاب گفتند که مدیر کابل بانک طالبان برای این استان که قبلا در فعل زنا بازداشت شده بود به همکاری مدیر جنایی فاریاب از زندان آزاد شده است. منابع روز جمعه 4 جوزا به خبرگزاری پایگاه گفتند که این عضو گروه طالبان که چند ماه قبل در فعل زنا بازداشت شده بود به واسطه مدیر جنایی طالبان در فاریاب آزاد شده و به وظیفه‌اش برگشته است. به گفته منابع مدیر جنایی فاریاب، با پرداخت 300 هزار افغانی به شوهر خانم که با این مرد زنا کرده بود و دادن رشوه به دادگاه طالبان، مدیر زناکار طالبان را آزاد کرده است. پیش از این نیز افراد گروه طالبان که در فعل زنا و لواط از سوی استخبارات این گروه بالفعل بازداشت شدند، پس از چند روز بدون کدام مجازات آزاد و به وظیفهشان برگشتن. این در حالی است که طالبان از زمان سلطهش به افغانستان ده ها شهروند کشور را به اتهام زنا، لواط، دزدی، دروغگویی و سایر جرایم زندانی کردند و شلاق زدند. معاون فرمانده طالبان در ولسوالی کرخ هرات به خاطر ازدواج سوم امروز 2 خانم پیشین خود را با ضرب چاقو کشته است. یک منبع شفاخانه هرات میگوید که هر 2 خانم این طالب حامله بودند و یکی از این خانم ها 2 قلو باردار بوده است. واشنگتن پست گزارش داده که یک شهروند افغانستان به دلیل بازی در فیلم مستند آمریکایی توسط طالبان بازداشت، زندانی و سپس کشته شده است. نام مستعار این شهروند افغانستان ببر گفته شده است و در 20 سال گذشته همکار نیروهای آمریکایی در افغانستان بوده است. ببر پس از حضور در یک فیلم مستند نشنال جیوگرافیک به نام عقبگرد توسط طالبان بازداشت و زندانی می شد. واشنگتن پست گفته است که او بر اثر شکنجه و جراحاتی که در زندان طالبان برداشته جان باخته است. فیلم مستند عقبگرد که در سال 2022 ساخته شده است، 9 ماه اخیر جنگ نیروهای حکومت پیشین افغانستان با طالبان را روایت می کند. این مستند به تجربیات نیروهای ویژه آمریکا
قبل از خروج نظامی ایالات متحده از افغانستان در سال 2021 تمرکز دارد. در این فیلم مستند یک پیمانکار 20 ساله افغانستانی که به دلیل ظاهرش به جستن ببر آوازخوان معروف آمریکایی مشهور بود نقش آفرینی کرده است. واشنگتن پست گزارش داده که این مرد نظامی افغانستانی با نام مستعار ببر پس از پخش فیلم توسط نیروهای طالبان از خانهش بازداشت و به مدت 2 هفته شکنجه شده و سپس بر اثر جراحت جان باخته است. طبق این گزارش این شهروند افغانستانی در بخش ماینروبی با آمریکایی‌ها همکاری داشته است. از زمان مرگ او چیزی گفته نشده است. قابل ذکر است که ببر یکی از هزاران پیمانکاران آمریکایی از جمله مترجمان و همچنین ماین پاکانی بود که در سال 2021 پس از خروج نیروهای آمریکایی و سقوط حکومت پیشین و برگشت مجدد طالبان در خطر رها شده است. گفتنی است که طالبان تروریست و جنایتکار نظامیان پیشین و کسانی را که با نیروهای خارجی همکاری اصولی و در چهارچوب موافقتنامه های دولتی داشتند بازداشت و شکنجه و ترباران می کنند. این در حالی است که طالبان خود یک گروه مزدور و ساخته دست بیگانگان است و برای ویرانی وطن آستین بالا زده است و از منابع و کمک خارجی تغذیه می شود و برای مردم ظلم می کنند. سپاس از همراهیتان که تا این لحظه با ما همراه بودید. تا سرویس دیگر بدرود.